آقا خیلی خوش آمدین برای بچ اینقدر این پودر خارکستر رو خوردیم تپش قلب گرفتیم آجی. آقا برای بچ رفیقای آیسی خوش آمدین همه. حاجی من اولا از همه یه چیز بذار شما بگم، دلیلی که برادر من امروز میبینی 5 صبح بیدار شدم، دلیلی که حاجی اصلا از این حالت کیری من در اومدم، عرض به خدمت آقا من کسی رو بالا نمیخوام بیارم، من نیومدم اینجا، خواهشم به من نگیم بالا بیار پایین بیار. برادر من اومدم صحبت چیز دیگر رو بکنم، چی بالا بیار پایین بیار؟ عرض به خدمت شما، حالا یه سری ها میگن آیسان تو چجوری شد تو پیش خودشون مثلا این اتفاق افتاد، تو بعد الان برگشتی رو زندگی نرمال فلان. داداش وقتی آدم یه حرکتی رو شروع میکنه مثل سوشال مدیا رو، برادر من جور در نمیاد که مثلا تو بیای 2-3 میلیون نفر رو بنزید دنبال خوده، بعد پیش خودت بگی خب حالا ولش کن دیگه، بذار حالا 2 روز اونجا. من داداش بلد نیستم کسبازی در بیارم، گریه جلوی دوربین میکنم، فوش جلوی دوربین میدم، فقط کس جلوی دوربین نمیکنم. تنها کاری که نمیکنم اونم چون زن و بچه مردم اونجا، اگه همه مرد بودن هر روز یکی می آوردم اینجا مینداختم این بغل هر روز. داداشی من هیچ شبی تنها نمیخوابم، تمام. ولی برای چی باید داداشی هرس مردم رو در بیارم؟ این یه موضوع. موضوع دوم که در مورد فوت مادر من، برادر من الان دیگه میگم حالم خوب شده دیگه، واسه کسبادی گریزاری علیکی ندارم. من ایشونو اصلا ندیدم. من وقتی که دنیا اومدم اولوش 2-3 ماه که بودم اینا جدا شدن. حالا من نمیدونم غدیر کسبادی در آورد، حالا من نمیدونم غدیر اهل چیزی بود، ولی میگم اهل کسبادی غدیر نبود آجی، چون میگم تا اونجایی که ما بودیم من اصلا نه یه کس بقل غدیر من آجی تا حالا ندیدم آجی، اصلا دروغ شد، اصلا در زندگی خودم نهیدم قدیر بخواد با یه دختر بالا پایین بکنه فلان بکنه. از این منم داشتی قسمت نشد. تنها باری که آجی من با مادرم صحبت کردم اون تکس مسیج بود، روح شاد، هلوش 3 سال پیش بود. یه تکس مسیج ما با هم دیگه دادیم، سلام من مادرت هستم، ما هم گفتیم نوکرتیم، فدای تو، زنده باشی اینا. بعد دروغ نمیخوام بهش میگم روح شاد آجی من غمگین بودم، دهن من گایده شد، فوش خوار مادر کشید من و قدیر هر دو رو با هم دیگه، نگه فوش، گفت من شما رو نمیبخشم و فلان اینا، که منم بعد بشی وایس دادم گفتم که میگم من روم نمیشه مامان صدا کنم متاسفانه. منم اونجا برگشتم گفتم که فلانی، گفتم آقا تو داری الان همه رو فوش خوار مادر میدی، حالا گوش کنیم ببین به کجا دارم میرم. گفتم تو همه را داری فوش خوار مادر میدی، قدیر بمیره اون بمیره اون زنده شه. گفتم برادر ما که اصلا اون موقع تو بازی نبودیم ببینیم داستان چه خبره، که خدا هم شاهده به حضرت عباس من از سن 6 سالگی بذار اینو به شما بگم چون داریم با من زندگی میکنین، از سن 6 سالگی به این خدایی که میپرستمش ای خوار منو گایدین رد، به اون خدا قسم بالای 300,000 مرتبه قدیر اومد به من گفت آیسان برو ببینش، آیسان مامان ببین. من میگم اصلا نمیدونستم داستان خدا شاهده چی، اصلا نمیدونستم مامان من کیه، دروغ شد به شما بگم. ولی بعد که اومدم آمریکا داداش، من سال 2013 اومدم آمریکا، برادر پول نداشتم، مغزم خراب بود، همش دنبال این بودم که پول بخوام جمع بکنم. فهمیدی چی شد؟ اینقدر درگیر پول در آوردم بودم، من به قدیرم زنگ نمیزدم خدا شاهده، از خودش سوال بکنین. من 4-5 سال اوضاع من خوب شد، من اینجا با مثل سگ کار من گایده شد برادر. من با هفته 300 دلار کار میکردم اینجا، پول وکیل بده، به خاطر اقامت بده، کیرخر بده، پول آب بده، پول برق بده، پولی من نداشتم که، یعنی مغزت باید باز باشه که بخوای بعد 30 سال زنگ بزنی به مادرت، مادر من سلام. چه بعضی من همه الان هم روم نمیشه خدایی، اصلا میگم که مادر تا حالا نگفتم، اصلا نمیدونم چویی باید بگم. ولی تمام این صحبت ها، این حرف من رو داشت گوش بکنم، بخوام تجربه خودم به شما بگم چه خواهری من گاهیده شد. به هیچ وجه من الوجود آقا من آدم عقده‌ای نبودم. من بذار برنامه زندگی رو به شما بگم چی بود.
من تو دلم گفتم اول قدیر رو بیارم آمریکا، گفتم یه کاری بکنم قدیر اول بیارم آمریکا، بعدش هم گفتم که حاجی یه زنگ بعدم بهش بزنم، خدا شاهده نمیدونستم مثلا وضع مالیش خوبه. بعد گفتم آقا حالا که مثلا اوضاع من خوبه، بابا مادرم 53 سالش بود فوت کرد، بعدم میاد این کسبازی آقا جی، من اصلا گریزاری خالکوسه و فاکین هیدت من. خب حالا گوش بده بده صحبت بکنم، این خالکوسه بازی بدم میاد گریزاری علیکی. من تو دلم گفتم که حاجی ایشون الان 53 سالشه، خب قدیر خودش 65 سالشه، خب گفتم یکی دو سال دیگه که بگذره من به قدیر بگم که آقا یه دعوتنامه بهش بگو من میدم، بگو بیاد اینجا حالا اگه تو نیستی. بعد حالا که من اصلا فهمیدم که حاجی پدر من و مادر من با هم تکس بازی میکردن، با هم صحبت میکردن، ای بابا آقا تکس ندین خواهر مادر زندگی منو گاییدین بابا، میبینی تو لایوم تکس چی میدی برادر من، آخه کینم تو دهنت. صحبت چی بود اصلا؟ با قدیر تکس بازی میکردن که برگشت به قدیر گفت که پدر پسر شاه تو که میخوای بری آمریکا حاجی، بعد اونجا رفتی. بعد قدیر چونکش میبین به من چی میگه دیروز پیروز، گفت آره تو اینقدر اخلاقت کیری بود من خواهی نمیکردم بهت بگم همین تلفظ، گفت من خواهی نمیکردم که بیام بهت بگم که هایسان جان به مادرت یه زنگ بزن باش صحبت بکن فلان اینا، ولی به من گفت هر موقع آمریکا رفتی از طرف من سرش یه ماچ بکن فلان بکنه اینا. آجی اینو به من گفت، یعنی باورت نمیشه. ما زنگ زدیم به قدیر که با قدیر صحبت بکنیم آروم بشیم، اون که اول منو گرفت فوش خوار مادر، ای خوار مادر بودم آقا یارو، گفت نه تو این کارو کردی اینجوری کردی اونجوری کردی فلان کردی، گفتم پدر من که خودت میدونی من میخواستم اینجا یه ذره اوضاع من. بعد من میگم تو این 4-5 سال آخر برادر من این کارا رو میکنم، من کار میکنم، من باورتون نمیشه. من ساعت آقا من برای چی 5 صبح بیدار، مگه من خارکوسه شاترم 5 صبح بیدار بشم؟ من 5 صبح بیدار میشم چون وقت نیست دوباره، ساعت 9 میرم سر کار تا ساعت 8 شب این لابلا برای شما استوری میذارم، اگه میبینین من میدونم من تاکسی فقط تو ماشینم هم میشه. میگیری چی بهت میگم؟ اگر برادر من پدرت را ندیدی، اگر مادرت را ندیدی زنده هست، کسبازی رو بذار کنار برادر من. تلفن رو بردار زنگ بزن برو اونجا خایمالی بکن. من نکردم، من تو دلم گفتم آقا این الان 53 سالشه، چه میدونستم که آقا تو سن 53 سالگی آقا من آقا میگم من ندیدم اشتالا که بدونم آقا مثلا سالمه مریضه، ولی آمار داشتم که میگفتن آقا این مشکلی نداره. گرفتی چیلی شد؟ من اگر میدونستم خدا شاهده آجی براش ماه به ماه پول میبود، کاری که از دستم برمیومد. داداش روت به شما بگم، هنوزم که هنوزه الان بخوام کلمه مامانو بگم مادر تو دهنم نمیچرخه آجی، نگفتم تو زندگی خودم به کسی، نمیدونستم که این اتفاق میدونه خدا شاهده آجی. آجارش میدونه، آجارش میدونه. من برنامه من این بود یکی دو سال دیگه که یه ذره سبکتر شدم یه دعوتنامه براش بفرستم بلندش بکنم بیارم اینجا، بگم حالا ببین دیگه هرچی بود و نبود تموم شد و رفت دیگه، حالا من خودم حاجی پسر قدیرم دیگه، خودم پدر خودم رو میشناسم، من و قدیر با زندمون نیستیم برادر، همش دنبال رفیق بازی و کونده بازی و نشه بازی و این زندگی ماست. میدونی چی میگم؟ آقا من نمیتونم خودم رو تغییر بدم. آقا من الان نصف ایران به من دارن تکس میدن، نصف آمریکا دختر میخواد با من باشه، ولی به همه میگم آقا اگر میخوای خوش بگذره با هم دیگه باشیم. من نیستم آقا، نمیتونم برای کسم خونه من دختر مردم بیارم نفرین ناله پشتش بذارم. برادر من، خواهر من، اگر پدر مادر دوی پهی روز برگشتم من که نمیدونستم اتفاق میخواد بیفته، به شما چی گفتم؟ گفتم اگه دختر پسری عشق و عاشقی داری ازدواج نکنین سر سوشال مدیای علکی، عاقبت بچت میشه این. حالا ما انقدر به خدا وصلیم تونستیم اینو بگذرونیم، تونستیم اینو رد بکنیم، وگرنه برادر من این قضیه آسون نیست. من حاجی پریروز
رد به شما بگم، من تو زندگی خودم حاجی نه برادر دارم نه خواهر، یعنی از خودم هیچ موقع تنها فکری که میگردم همیشه بودم ای با اگه قدیر بمیره باید چیکار کنم، خب اگه مادر من بمیره من باید چیکار بکنم، ولی همیشه میشه خودم میگردم خب مادر من بمیره به من چه ربطی داره. اصلا فراموش بکنین برادر من، اصلا این کلمه، من مادر خودم ندیدم ولی این کلمه که یکی زنگ بزنه که فلانی سلام مادرت مرد، ببین منفجر میشی، یعنی پودر میشی. الان هم دارم به شما میگم من ورزش میکنم به پر و پر میکنم ولی تنها بخوام تو این خونه بمونم دیوانه میشم. گرفتی چیزی شد؟ تلفن رو بردار برادر جان زنگ بزن، خواهر من، پدرت غریب، مادرت غریب، اصلا مادرت خواهر پدرت گایید، پدرت خواهر مادرت گایید. دارم به شما میگم حسرتی در زندگی شما خواهد ماند که با میلیاردها دلار پول درست شدنی نیست. من فقط ناراحتی من به خاطر اینه که دو تا ناراحتی دارم، یکی که ای کاش زندگیم خوب بود، همین الان هم میتونستم اون کارهایی که قرار بود 5 سال دیگه بکنم و بکنم. ای کاش زنگ میزدم، ای کاش میرفتم یه دبی یه جایی اینو میدیدم، این یک. دوم اون روزی که برگشتم توی استوریان 2 هفته پیش برگشتم گفتم که آره همسر قبلی پدر من که منو دنیا آورد، این دوتا چیز داره خواهر منو میگاد. حقیقت موضوع رو به شما بگم، وجود شما میره، زنگ بزن، کسبازی در نیار، آی بابام ناراحت میشه، آی مامانم ناراحت میشه، آی داییم ناراحت میشه، بلانسبت کس خواهر همه ادم. تلفن رو بردار اگر هست برو ببینش برادر، برو ببینش، حرف منو گوش بکن. پشیمانی برای شما میفته که بابا من از خود هیوستن تا سان آنتونیو انقدر داد کشیدم، انقدر نعره کردم، خودم هم نمیدونستم چرا، یعنی نمیتونستم یه قیافه رو تصور بکنم که سر اون قیافه بشینم ناراحت. فقط میگم ناراحتی و گریم به خاطر این بود که دلم برای خودش سوخت. بدترین مادر دنیا، بدترین پدر دنیا، بچه‌ش یاجی. بابا تو یه سگ خارکسته رو داری تولد میگیری، سگ میمیره، نمیدونم گریه میکنی، حالا اینکه بچه بود. سرنوشت زندگی من برادر این بود. الان هم اگر ناراحتی نیستم ناراحتی نمیکنم دیگه، چون برادر من این پروردگار که آدمو میاره خودش هم میبره. تو که نمیدونی کارو پروردگار دست داری داداش من، که آی تو چرا اون کارو کردی؟ من آقا خدا رو فوش زن و بچه گرفتم اون روز. همش تو ذهنم این بود خارکوس من میگم بون میرفتم میدید دیگه حاجیم چی میشد مگه. اینو فراموش نکن برادر من، بخشنده باش، مخصوصا از اون کسی که خونته، پدرت، مادرته. جوگیر نباش، حرف عمه و ببین خارکسته ترین موجودات کره زمین عمه هست و دایی و خاله و عمو، که خدا نکنه تو زندگی تو فقط بخوام بیام وسط فضولی بکنن، یعنی یک جوری خوار مادر ریشه رو میگم. گرفتید چه آقا فک و فامیل شروع کردن به ما تکس دادن، آقا پسر من چی شده فلان. تنها کسی که برگشت به من برگشت گفت که آقا برو مادرت ببین ازت خواهش میکنم، همین پدر من قدیر بود، هیچ کس دیگه به من نگفت. بعد حالا برای من خارکوس آیت الکرسی میبشتن، ای آیسان عزیز اکنون که قلم و اکیرم تو قلمت، اکیرم تو دهنت. گرفتی چوری شد؟ من مغزم قوی بود تونستم از این بگذرم. برادر من خواهر مادر آدم گایده میشه. اگر دوباره دارم میگم اینو جان ناموستون گوش کنید. بعد آقا دختر پسری که آقا روز اول با هم درگیر میشین، هم دیگر کتک زدین، مادره میگه آی مادر شوهرم کیریه، آی پدر شوهرم کیریه، آی خواهر شوهرم کونیه، بچه دار نشین. چون دارم میگم چپتر سرنوشت زندگیتون میره به سمت یه سیاه‌چالی که تا آخر عمر همراه شما هست، یعنی از امروز تا آخر عمر همراه شما هست. این یه موضوع. آقا روح شاد دیگه هم براش تسلیت اینا برادر تمام بکنیم، من اصلا قلب سیاه اینا خسته شدم دیگه. تو وجود خودم آجی آدمی نیستم شو بخوام اجرا کنم، تو وجود خودم مطمئن باشین یه کاری میکنم که جبران اینور اونور میکنم،
هم داشت باید بریم دیگه، 20 سال 30 سال دیگه جوون میره، این میره اون میره، این زندگیه. من یه ناراحتی بود که ناراحتیمو خودم با خودم رفع کردم، تمام شد رفت. بعد آقا یه موضوع دیگه تو این سایت پایتا زدن که رپ خونی آیسان اسلامی هست. برادر ما رفتیم خونه حسین توی بچه خوبیه، رفتیم یه نهار بخوریم، اصلا هم به من نگفت، گفت آقا یه آهنگ این جیبجا بگفتم. من امشی هم بودم آقا این جیبجا بزن من بگم کلمه منه، گفت آقا بفرما بگو. من دو روز دیگه بی احترامی به چهار تا خواننده میشه داشت، من سرم تو زندگی خودم برادر، نه بلاگر هستم، نه کساول هستم، نه خواننده هستم، نه بازیگرم، نه نمیدونم خلبان هستم. آره الکی دای با آهنگ فلان چهار تا مردم بود اینجا خواننده‌ام فلان. بعد دو روز دیگه میگن آقا خانم پسرم کسخل شده. بعد آقا من هیچ برنامه‌ای نبود، رفتم اونجا سه تا کلمه گفتیم، گفتیم آقا جیب جاب جوب کودتاگر، تمام شد رفت. شرمنده شما حاجی، دیگه وایب بعد از من نبینید، لایو بعدی من کسنده بازاره برادر، باید یه کس بیارم اینجا منطقه رو به خانخون بکشم برای شما تعریف بکنم. ممنون از همه شما، خواستم اینو بگم. بخشنده باش، به پدر مادرت زنگ بزن، اگر خواهرت غریب باش زنگ بزن. خب ببین خانواده تراز اول، رفیقم و دختر دایی منو بگیر همه رزدم بگو برادر من، پدر و مادرت را زنگ بزن، اگر بروند من نمونه برای شما باشم. ببین این کار پروردگار بود که الان که داداش 5 میلیون 6 میلیون نفر آدم منو میبینن، این تجربه زندگی منو به شما بذارم. داداش اگر علف میکشیدم، اگر علفی بودم تا آخر عمر نمیتونستم. ببین چش من غم خارکسته توش هنوز، به خاطر یه حسرتی که خودم میدونم چه حسرتیه، دارم روش کار میکنم. انسان قوی هستم با کمک شما رفقا، اینم خارکسته رو، این چپتر زندگیم رد میکنم. بله بابا من خیلی کونه من پاره شده برادر، من خارکسته جنگجوام، نه جنگجوی خیابون، من جنگجوی زندگیم برادر من. من همین الان دارم با شما صحبت میکنم، به قرآن مجید اگر بمیرم نگران خودم نیستم. یه اتوبوس آدم منو دعا میکنن که من کاسبی بکنم زندگی اونا بگذره، خوشحالم این زندگی برادر جان. اگر میخواستم داداش برای خودم زندگی بکنم، تو این خونه کیری نبودم داداش، میرفتم تو یه خونه پنهاوس زندگی میکردم، اینا دنبالش نیستم. تا امروزم اگر به اینجا رسیدم خوشحالم، تو دل مردم هستم، به خاطر اینکه داشت خودم هستم، دربند نیست، کیرم هم نیست، کی چی میگه کی چی نمیگه، آی تو چی میگه آی اون چی میگه. عرض میکنم اشتباه کردم، باید به مادر خودم زنگ میزدم، خایمالیشو میکردم که نکردم، اونم به خاطر اینکه اون خدایی که اون بالا سر منه، تو که خودت میدونی خار کسیسی، بگو پس به اینا خودو مغز اینا ببخشی. حله میخنده، حله اونجا رو که نگاه میکنم میخنده، میفهمم که یعنی ردیفه با من، فوشای من خود با خودم خودش میده، میگه فوش تو ردیفه. آره دیگه خودت میدیدی کسبادی در نری، بریم بیرون خواهر ماشین رو بزنیم بگاهی. یه موقع گفتم دو سال سه سال دیگه بگذره بهش زنگ بزنم، به خدا میخواستم اینجا کنفیکون بکنم این آمریکا رو برای اینا، برای قدیر، برای اون. حالا میدونم حالا ایشون شاید متأهل بود، بچه داره، حالا هر چیزی که هست. الانم داداش یه دونه بچه داره که میشه برادر ناتنی من. من اصلا از این چیزا واجی، من اصلا من غیرت من خالقوسه دیگه، زندگی واقعیت دیگه. آقا من انقدر اون بچه رو بچه‌شو خوشحال نگه میدارم که جبران تمام اون اتفاقا بشه. ما قسمت نشد واجی، دست مادرمون بخوره رو سر ما، ولی اون بچه یادگار اون خانومه. من قول میدم که اون بچه‌هاش در کمال آرامش زندگی بکنن، ولی اینکه زنگ بزن به مامان بزرگ تبریک و تسلیت بگو، نمیدونم به دختر دایی تسلیت بگو، اصلا داداش I don't give a fuck at all. یعنی اصلا فامیلای مادری خودم یه دایی بود که یک بار دیدمش، اونم تو سن 5 6 سالگی، ایشون هم تو سن 50 سالگی 4 سال پیش فوت کرد که من اصلا قیافش یادم نبود، 4 سالگی عکسش دیدم دیگه. نمیدونم بقیه خالش و دایی و ننه، اگه خاله و دایی و ننهشون بودم برادر، میگفتم به این بچه مادر جندت یه زنگ بزن حالش رو بپرس دیگه، حالا ولش کن دیگه، من رو تو اون فازا نبرین دیگه. من دلم فقط برای اون شخص سوخت که مادر من بود، اشتباه کردم اشتباه کردم اشتباه کردم. دوباره میگم فکر میکردم 53 سالشه، من یه ذره اوضاع زندگی من بهتر میشه، میتونم ایشونو بیارم آمریکا براش اینجا. به خدا بهش فکر کرده بودم حاجی برم براش کیف بخرم، ساعت بخرم، ماشین بخرم، رویز رویز چاردر کنم، راننده بگیرم براش دیگه. همین دیگه حاجی، همین حیف.